Alexander John Robert Napier. Frank Joseph Naples III. John Philip Napolitano. Catherine Ann Nardella. Mario Nardone Jr. یادبود کشته شدگان 11 سپتامبر در آمریکا، روزی که جهان را برای همیشه تغییر داد. در 20مین سالگرد این حملات می‌پرسیم که جنگ آمریکا در افغانستان چه پیامدهایی داشت. با یک افسر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفتگو می‌کنیم و از او می‌پرسیم که آیا خطر افراط‌گرایی کمتر شده؟ 20 سال جنگ و سقوط در 10 روز، میراث آمریکا برای افغانستان چه بود؟ گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان مهمان ما خواهد بود که از او می‌پرسیم آیا بعد از 20 سال فراز و فرود افغانستان به خانه اول بازگشته؟ همچنین در برنامه امشب گرد همایی زنان حامی طالبان در دانشگاه کابل میگویند آزادی و دموکراسی نمیخواهیم. از فرح مصطفوی فعال حقوق بشر میپرسیم که زنان شرکت کننده در راهپیمایی امروز کابل چه درصدی از زنان افغانستان را نمایندگی میکنند. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در راه تهران، گروسی در آستانه نشست شورای حکام با ایران درباره اختلافات هسته‌ای گفتگو میکند. و روایت عکاسان از روزی که برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک فرو ریخت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. آمریکا یادبود روزی را برگزار کرد که جهان را تکان داد، حادثه مرگبار که در تاریخ آمریکا سابقه نداشته. 20 سال از حملات 11 سپتامبر گذشته، روزی که ساختمان تجارت جهانی در برابر چشم جهانیان فرو ریخت و نزدیک به 3000 نفر در آوارهای آن جان باختند. آمریکا میگوید که عناصری از شبکه القاعده چند هواپیمای مسافربری را ربودند و با کوبیدن آنها به ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک و مقر وزارت دفاع در واشنگتن فضایی از ترس و تهدید را در سراسر جهان حاکم کردند. این حادثه بر روابط آمریکا با جهان تأثیراتی عمیق گذاشت و مناسبت‌های بین‌المللی را تغییر داد. حالا که 20 سال از آن ماجرا گذشته، افغانستان در شرایطی پیچیده است، کشوری که در تمام این سال‌ها تحت تأثیر مستقیم این رویداد بوده. 20 سال بعد از حملات 11 سپتامبر، آنچه جنگ با تروریسم خوانده می‌شد به کجا رسیده؟ آیا افغانستان بعد از فروپاشی نظامی غرب‌گرا به نقطه آغاز بازگشته؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از کسرا ناجی. مراسم 20مین سالگرد حمله‌های تروریستی که دنیا را تکان داد در نیویورک، در جایی که نقطه صفر نام گرفته، محل برج‌های دوقلو مرکز تجارت جهانی که حالا به جایشان این بنا را ایجاد کردند. بنای یادبود، یادبود آن روز و بزرگداشت نزدیک به 3000 نفر که در آن روز کشته شدند. لحظه برخورد اولین هواپیما با اولین برج در ساعت 8:46 دقیقه صبح 11 سپتامبر 2001، شروع حمله هایی که عزیزان خیلی ها را گرفت. گوردن ام امث جونیور، ادلمیرو آباد، ماری روز آباد، اندرو انتونی آباته. خواندن نام آنهایی که در نیویورک جان دادند ساعت ها طول کشید، نشانه ای از عمق فاجعه. برج های دوقلو مرکز تجارت جهانی که هر کدام 110 طبقه داشتند در یک فاصله زمانی 17 دقیقه هدف دو هواپیمای مسافربری قرار گرفتند که به آنها خورد. کمی بعد هر دو برج فرو ریختند. 2753 نفر جانشان را اینجا از دست دادند. 34 دقیقه بعد هواپیمای سومی به ساختمان وزارت دفاع پنتاگون خورد در حومه واشنگتن و جان 184 نفر را گرفت. 26 دقیقه بعد هواپیمای دیگری، هواپیمای چهارم، در شنگسفیل در بیابان به زمین خورد و 40 نفر سرنشینان آن کشته شدند.
چند مهاجم و مسافران هواپیما که با مهاجمان درگیر شده بودند. حمله های 11 سپتامبر در کمتر از 2 ساعت آمریکا را تکان داد. جنگی علیه بزرگترین قدرت جهان شروع شده بود که دنیا را هم درگیر کرد. آمریکا بلافاصله قول انتقام داد و مجازات مسببان حمله. And to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. نیروهای ویژه آمریکا کار را از افغانستان شروع کردند علیه افراد القاعده که طالبان آنها را در افغانستان پناه داده بودند. با کمک نیروهای ائتلاف شمال و کشورهای عضو ناتو که حمله به یک عضو را حمله به همه اعضا تلقی کردند. کابل و افغانستان چند هفته بعد از کنترل طالبان درآمد. بخش مهمی از دنیا اسامه بن لادن و رهبران دیگر القاعده را دشمن شماره یک تلقی کرد. جالب این که تنها 2 روز قبل از حمله های 11 سپتامبر در افغانستان افراد القاعده که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند رهبر مقاومت در مقابل طالبان و القاعده احمد شاه مسعود را به قتل رسانده بودند. Sandra Kanati Grace. Kevin Hugh Bracken. Sandy Wall Bradshaw. Summers have come to an end. I'll see you in my dreams. 20 سال بعد و بعد از 2 جنگ در افغانستان و در عراق آمریکا حالا سعی دارد به حالت عادی برگردد. جنگ هایی که پایان خوشی نداشتند. آمریکا حالا نیروهایش را از افغانستان خارج کرده و قرار است به زودی نیروهای باقی مانده اش را از عراق هم خارج کند. اما زخم 11 سپتامبر هنوز باز است و دردناک. خیلی ها عزیزانشان را در خوابهایشان میبینند. در این کشور دو پارچه. کسرانجی بی بی سی. گفتگوی خواهیم داشت با نورمن رول، افسر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا آسیا، ولی فعلا گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان از کابل با ما هستند. آقای حکمتیار، وقتی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، آمریکا بعدش وارد افغانستان شد، شما وارد جنگ مسلحانه با آمریکا شدید و فرصت زیادی نداشتید که نظرات خودتون رو ابراز بکنید. وقتی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد شما کجا بودید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در این روز ما در تهران بودم. خبر یک حادثه بزرگ را که در تاریخ انسانیت سابقه نداره شنیدم. احساس می بود که امریکا حتما انتقام خواهد کشید و به حیثیت و اعتبار امریکا صدمه سخت رسیده. جبرانش هم دشوار، جز از طریق هجوم و حمله بر افغانستان شاید بدیل دیگر را انتخاب نکنند. کی یک اشتباه بود. آقای کسرانجی شاهدند که در او روز، در او روزها مصاحبه با ما داشت و در امی رابطه پرسید که موضوع شما چه خواهد بود. آمریکا قصد حمله بر افغانستان را دارد برای جبران حیثیتی که صدمه دیدن. موضوع شما چگونه خواهد بود؟ ما به اونا گفتم که لازم است قصر سفید اشتباه اتحاد شوروی را تکرار نکنه. اینا میتونن برن و کابل را تصرف کنن، ولی با عاقبت شبیه به اتحاد شوروی مواجه خواهد شد. امیدواریم اشتباه را مرتکب نشوه. اینا اگر از کسی انتقام میکشن خب برن، کسایی که در این حادثه دست داشتن، پلان ای را درست کردن، عملا اقدام کردن، از اونا انتقام بکشن. حقیقت امر ایست که اسامه ابن لادن طراحی عمله نبود. طراح عمله کسی بود که از عراق بود و در غرب تحصیل
تحصیل کرده، 11 نفر دیگر هم آماده عملیات کرده بود. اگر اسامه در عملیات نقشی هم داشت، فقط یکی او را در جریان گذاشته بود، فقط. اما عملیات یقینا سوی کسانی طراحی شده و در شرکت کردن و عملی شد که اینا همه در اروپا و در غرب تربیت شده بودن، تحصیل کرده های امریکا و اروپا بودن، ولی قربانیش ملت ما شد. درست. در نتیجه حادثه ما بیش از 1 میلیون شهید داشتیم، بیش از 6 میلیون مهاجر، بیش از 3 میلیون آواره، یک کشور کاملا ویران. امریکا انتقام خود از ملت مظلوم ما کشیدن. بله. رابطه شما با بن لادن چطور بود؟ چون وقتی که اسامه بن لادن در افغانستان بود، در کنار مجاهدینی مثل شما قرار داشت. اسامه ابن لادن در جریان حادثه قبل ازی و بعد ازی در کنار طالبا بود و چند سال در کنار طالبا گذشتانده، بلی در زمان مقاومت و جنگ آزادی علی تجاوز اتحاد شوروی، اینا با مجاهدین هم روابط داشتن، با گروه های متعددی یکسان، با برخی بیشتر با برخی کمتر. اما بعد از این اینا در کنار طالبا بودن و هماره طالبا را همراهی کردن تا روزی که حکومت طالبا سرنگون شد. بله. گفتید که خوب بود که با عاملان این قضیه آمریکایی‌ها برخورد می‌کردن. اون لحظه اونها فکر می‌کردن که اسامه بن لادن پشت این قضیه هست و طالبان از اینکه اسامه بن لادن رو به آمریکا تحویل بدن خودداری کردند. عرض کردم که خوب او یک فرد بود، در عملیات هم عملا نقشی نداشت، طراح عملیات هم او نبود، او را فقط در جریان گذاشتن. 19 تنی که در عملیات شرکت کردن و همه به شهادت رسیدن، خودشان هم طراح عملیات بودن و هم در عملا شرکت کردن. چرا باید انتقام این حادثه را از افغانهای مظلوم بکشن؟ آقای حکمتیار، البته خب بعضی این رو میگن، انگشت اتهام رو به طرف غرب نشانه میگیرن، ولی خب شواهد زیادی ارائه نمیشه. ولی شما وارد جنگ مسلحانه با آمریکا شدید بعد از اون، چرا؟ به ما گفتن که خب ما در هر صورت میاییم، موضع حزب اسلامی چی خواهد بود؟ موضع خودت شخصا چی خواهد بود؟ ما گفتم من هیچ بدیل و انتخاب دیگری جز یکی در کنار ملت خود بیستم، از کشور خود دفاع کنم و به سنگر برم، انتخاب دیگری ندارم. صحیح. مگر میشد من انتخاب دیگری داشته باشم؟ ولی آقای حکمتیار، کسانی که از این موضع انتقاد میکنن، بله، کسانی که از این موضع انتقاد میکنن میگن که طالبان، افرادی مثل شما، شاید فرصتی طلایی رو هم از مردم افغانستان گرفتید، فرصت بازسازی، فرصت شکوفایی اقتصادی. عجیب است، نیروهای ناتو آمدن برای جنگ، با توپ و تانک و تیاره خود آمدن، نه با بلدوزرهای خود. برای آبادی افغانستان نامدن، برای انتقام آمدن. برای ما بگو اینا نه چی کاری برای افغان ها کردن؟ گفتیم که 6 میلیون را خانش و ایران کردن و با هجرت مجبور کردن. ولی آقای حکمتیار، بخشی هم بازسازی بود، مثلا راه‌های متعدد، سدهای متعدد، سد کجکی در هلمند، مثلا شاهراه قندهار به کابل و پروژه‌های خیلی زیاد. عجیب است، شما از شهرهای کابل قندهار نام میبرین. لطفا بیاین یک بار همی شهرهای کابل قندهار از نزدیک ببینین، تأسف میکنین، تعجب میکنین. امریکای همی کارم نتانستن انجام بدن، یک سرک کاملا ویران در حالت خیلی بد. شما ایرم یک دستاورد تلقی بعد از جنگ ها و طالبان. بله. خب آقای حکمتیار، این روزها شما خیلی به طالبان خوشبین هستید، ولی دست کم در کابینه ای که حالا تعیین کردند سهم قابل توجهی به شما ندادند. همکاری و حمایت ما از طالبا قطعا مشروط به این نیست که ما در حکومت با اونا شریک باشیم.
بدون قید و شرط از اونا حمایت میکنیم. معتقدیم چند کار بزرگ آرمان ما بود و هدف حزب اسلامی، آرمان همه ملت ما و هدف فرد فرد مجاهدین آزادی خواهان تحقق یافتن. نیروهای خارجی کشور ما را ترک گفتن. حکومت دست نشاندی اشغالگران هم بساطش جمع شدن. جنگ پایان یافته، دیگر خون افغان ریخته نمیشه. قبل از این هر روز بیش از 200 افغان کشته میشد و جزایر مستقل قدرت هم دیگر وجود نداره. شخصیتهایی را که اشغالگران تحمیل کردن، در خدمت اشغالگران بودن، به خاطر اونا و منافیشان علیه ملت ما جنگیدن و در بدلش امتیاز دادن، شهرت دادن، لقب دادن، در اقتدار اینا را شریک کردن، اینا هم دیگر نیستن و ما میریم به سوی یک افغانستان مستقل و آزاد. امروز افغان ها میتوانند سرنوشت خود تعیین کنند بدون فشار اجنبی، بدون حضور نیروهای اجنبی در کشور ما. این دستاوردهای است که باید هر افغان شریف و وطنخواه این ارج بگذاره و از این حمایت کنه. درست است ما در حکومت نیستیم. اصولا هم ما با حکومت‌های ائتلافی میانی خوبی نداریم. او را به نفع کشور خود تلقی نمی کنیم. در این اداره اگر ما این اداره فعلی را، اداره نوی طالبا را با همه کابینه هایی که من در 50 سال شاهدش بودم مقایسه کنیم، این را من ترجیح میتونم و هر افغان شریف صحیح. و این را ترجیح میده. گفتید جنگ تمام شده، احتمالاً شما هم تصاویری از پنجشیر رو دیدید، گفتید خونریزی تمام شده، ولی کشته های زیادی در همین تصاویر دیده میشه. تبلیغاتی است که حقیقت نداره. در پنجشیر فعلا تا حد زیادی امنیت تامین شده. ایران باید در نظر داشته باشیم که برخی از کشورها در رأسش امریکا، اونایی که منافع خود را با ادامه جنگ در افغانستان گری زدند، بر ادامه جنگ سرمایه گذاری داشتند، در کمینن، میخواهند ثبات و امنیت در افغانستان تامین نشوه، جنگ ادامه کنند. اینا میخوان که از پنجشیر یک حادثه درست کنن، یک سنگر درست کنن. و شما دیدین که وسایل زیادی در این مدت، حتی بعد از سقوط حکومت نجیب، وسایل زیادی وزارت دفاع انتقال شده به پنجشیر. در این مدت 20 سال هم تعداد زیادی از وسایل امریکایی به پنجشیر انتقال شده. برای چی؟ چرا همه ولایات دیگر خلی سلا کردن؟ DDR کردن، سلاح را جمع کردن، توپا و تانکای روسی را تخریب کردن. در پنجشیر چرا این را ماندن؟ چرا نرفتن که پنجشیر هم خیلی سلاح کنن؟ چرا همه این وسایل، صدها تانک و توپ، هلیکوپترها، مهمات به اندازه‌ای که برای یک کشور کفایت میکنه، برای یک اردو کفایت میکنه، این همه به پنجشیر انتقال شده؟ امروز ما از کانگرسمنای امریکا میشنویم که احتمالی یک جنگ داخلی در افغانستان زیاد شده، در حالی که احتمالات جنگ داخلی و قومی در افغانستان بساطش جمع شده. چرا اونا میگوین که از پنجشیر حمایت کنین؟ چرا میگوین که پنجشیر به رسمیت بشناسین؟ چرا میگوین که ما باید برگردیم به افغانستان، مثل که به عراق برگشتیم، مثل که به سوریه برگشتیم؟ این همه نشان میده که اینا تصمیم دارن ثبات و امنیت در افغانستان تامین نشوه، افغانا را نگذارن که سخمایی را که در 20 سال اشغال دیدن، جسد خونینشان التیام بیابه، امنیت و ثبات در افغانستان تامین شود و ما داره یک حکومتی باشیم که مرکزی، توانمند، قادر به اداره کشور، مورد حمایت اکثریت مردم. چرا نمیگذارن که ما سرنوشت خود تعیین کنیم؟ آقای حکمتیار، تصاویری که از پنجشیر منتشر شده بیشتر نشون میده که طالبان با ادوات سنگین وارد اون دره شدن. در هر صورت شما و آقای عبدالله و آقای کرزی، اجازه بدین عرض کنم که بله بفرمایید، اجازه بدین عرض کنم که طالبان بقیه ولایات را اکثرا بدون جنگ و در نتیجه حمایت مردمی از تسلط حکومت کابل بیرون کشیدن، اما به پنجشیر نرفتن، اینو به تاخیر انداختن. از پنجشیر اعلان جنگ صورت گرفت، طالبان را مجبور کردن برن به پنجشیر، خواستن از طریق تفاهم و مذاکرات معضله را حل کنن، ولی اونا رای جنگ را انتخاب کنن. مگر طالبان انتخاب دیگری جزی داشتن که
به طرف پنجشیر هم برن. فعلا طالبا در پنجشیر کسی را والی تعیین کرده و مسئولین اداری ولایت که هم از پنجشیر هم. از جای دیگری نرفتن، کسی را از جنوب یک پشتون را در پنجشیر توظیف نکردن، به خود مردم پنجشیر اداری ولایت را سپرد. خب آقای کرزی و آقای عبدالله اعلام کرده بودند که در همکاری با شما گفتگوهای رو با طالبان شروع کردید. به کجا رسید اون گفتگوها؟ اصلا مذاکرات رسمی با طالبا از سوی شورای هماهنگی که درست شد صورت نگرفته و اونا طالبا هم مشکلات خود را داشتن. خلایی را که از ناحیه عدم وجود یک حکومت و اداره به میان آمده ای را باید پر میکردن. مجبور شدن به طور عاجل و فوری تصمیم بگیرن و یک اداره موقت درست کنن. اداره ای را که فعلا ساختن طالبا به طور مکرر میگوین که یک اداره سرپرست و موقت است به خاطر پر کردن خلایی که به وجود آمده. اما در رابطه با حکومت آینده حتما با همه اطراف تاثیرگذار با مذاکره مینشینن و یک حکومت همه شمول درست میکنن. ما امروز تصاویری دیدیم که در ادامه برنامه هم به اون خواهیم پرداخت، از حضور جمعی از زنان در یک نشست در حمایت از طالبان. از نظر شما این نوع از حضور چیزیست که مطابقت میکنه با اصول اسلامی و زنان باید به همین شکل در اجتماع اگر حضوری دارند حضور داشته باشند و آزادی و دموکراسی رو هم محکوم بکنند؟ مگر ممکن است یک مسلمان آزادی را محکوم کنه؟ اگر ممکن است یک مسلمان متعهد به اسلام و ارزش‌های دینی و اسلامی زنا را از حقوق مسلم اسلامیشان محروم کنه؟ به هیچ صورت ابانای را اجازه نمیده. باور دارم که اکثریت ملت ما، اکثریت زنا از چیزی که در 20 سال دیدن به سطوع آمدن، تغییر میخواهند، تغییر مثبت. غرب هیچ چیزی برای زنان نداد جز غم و درد و اندوه و زخم. یتیم بیوه، فرزندش کشته شد، شوهرش کشته شد، برادر و پدرش کشته شد، 1 میلیون افغان‌ها به شهادت رسیدن، 6 میلیونی که مهاجر شده قسمت عمدیشان زنان. اینا چی دادن به زنان؟ یکی 20-30 نفر در کابل و در هرات و در اینجا جمع کردن و اکثرشان هم کسایی که سابقه کار همکاری با نیروهای اشغالگر دارن. اینا هرگز از زنا، از زن افغان نمایندگی نمی کنن. اینایی که امروز در حمایت از طالبان جمع شده یک بخش از جامعه ماست و احساسات اکثریت مردم را تمثیل می کنن. در مورد حجابشان باید عرض کنم که در رابطه به حجاب بین مذاهب مختلف اسلام تفاوتهای وجود دارن. احناف معتقد به ایستن که زن فقط حجابش امو است که در مراسم حج باید مراعات کنه. روی در جمله حجاب نمیاد، دست و پا در حجاب شامل نیست. زنان میتونن کار کنن، زنان میتونن به تحصیل بپردازن، تعلیم کنن. بسیار هیچ قیدی، هیچ محدودیتی هم نمیشه بر اونا وضع کرد. زنا در جهاد شرکت کردن، هیچ کسی نمیتونه مانی کار و تجارت اونا شود. در هر عرصه میتونن اینا فعال باشن. خیلی بس. ممنونم از شما. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان از کابل با ما. و اما نورمن رول، افسر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA از ویرجینیا با ماست. آقای رول 34 سال در CIA بودند و برنامه‌های متعددی رو در خصوص خاورمیانه و ایران هدایت کردند. آقای رول، 20 سال از 11 سپتامبر میگذره. در ابتدا ابهامات زیادی وجود داشت، همچنان هم در مورد بعضی از مسائل گفته میشه. چقدر ابعاد ماجرا روشنه؟ Good afternoon to you and to your viewers. عصر شما و بیننده هاتون بخیر. من فکر می کنم که ما سه
بیانیه یا عبارت یا اطلاع خیلی مهم داریم، اینکه چه کسی پشت این حملات بود، اینکه هدفشون چی بود و اینکه مقرشون کجا بود. و بیشتر این افراد البته نابود شدن. از ظواهری یک استثناء شده که هنوز در افغانستان، برخی از فعالان دیگر القاعده در ایران هستن همچنان. نکته دیگر کاری بود که القاعده میخواست بکنه در کنار این حملات. این رو گاهی فراموش میکنن که القاعده یک برنامه کوچک اما خیلی جدی داشت برای اینکه بره به سمت سلاح‌های هسته‌ای و بیولوژیک، و در اون زمینه داشتن در افغانستان، در خود افغانستان آزمایش‌هایی رو به عمل می‌آوردن و این عملیات هم متوقف شد. و دیگر اینکه در درجه سوم ما فهمیدیم که القاعده چطور از شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنه برای تبلیغ کردن در سراسر جهان. و متأسفانه شماری از شاخه های القاعده در یمن یا در آفریقا همچنان نیروهای خطرناکی هستند برای جهان. ما قبل از شما با گلبدین حکمتیار صحبت میکردیم، حتما ایشون رو میشناسید. افرادی هستند از جمله آقای حکمتیار که میگند اسامه بن لادن پشت این ماجرا نبود، او فقط در گفتگویی شاید تأیید کرده بود یا تحسین کرده بود آنچه که در 11 سپتامبر اتفاق افتاده رو. That's utterly preposterous. این کاملا غیر قابل قبول و مردوده. بن لادن، خالد شیخ محمد و شمار دیگری از اشخاص عضو القاعده، بله، نقش مهمی بازی کردن و غیر از این، هر چیز غیر از این قابل قبول نیست و اشتباهه. بعضی از گزارش ها هست که هنوز هم در معرض عموم قرار نگرفته. میدونید دیگه، گزارشی است در مورد اینکه تا چه اندازه اتباع سعودی وارد این ماجرا بودند و نقش داشتند. بله، روشنه که شهروندان سعودی نقشی داشتند و قبل از 11 سپتامبر از شبه جزیره عربستان، از جمله عربستان سعودی، عملیات تغذیه مالی شد برای اینها. و خب از طرف دیگر برای سالها گفته شده که دولت سعودی و هیچ مقام ارشد سعودی نقشی در حمله 11 سپتامبر نداشته. و البته ما در انتظار خواهیم بود که مدارک دیگری که فاش نیستن هنوز در اختیار اذهان افکار عمومی قرار بگیره. اما خود من فکر نمی کنم که چیز خیلی متفاوتی کشف کنیم. و خود کمیسیون تحقیق روی 11 سپتامبر به صورت عمومی این رو اعلام کرد و این در معرض عموم هست. شما در CIA کار کردید، فعلا دولت مردان آمریکا میگن که هدف ما کشتن اسامه بن لادن بود، این هدف به دست اومد. آیا کشتن اسامه بن لادن به معنای پایان افراطگرایی، پایان القاعده و پایان دردسرهایی است که از اون ناحیه متوجه آمریکا بود؟ من فکر میکنم که در درجه اول باید این رو واقف باشیم که تروریسم رو القاعده اختراع نکرد و شروع نکرد. مثلا حزب الله از بسیار قبل از القاعده، مثلا در سال 1993 و با کمک ایران عملیات تروریستی علیه آمریکا انجام دادن، و بعد با کمک القاعده، با کمک داعش ما حملات دیگری رو شاهد بودیم. ولی خب هدف رفتن آمریکا به افغانستان در درجه اول این بود که مانع از یک حمله دیگری بشه. این هدف محقق شد. نابود کردن رده‌های بالای رهبری القاعده بود، این هم ممکن شد. و هدف‌های دیگری هم می‌تونستیم بهش برسیم اگر که ایران نمی‌اومد و کمک نمی‌کرد به القاعده در اون سال‌های اول، به شورای القاعده کمک نمی‌کرد و اجازه می‌داد که اونها دستگیر بشن و تسلیم بشن. این روزها طالبان با غرور میگن که آمریکا رو شکست دادند. فکر میکنید که بعد از 20 سال جنگ و خونریزی و هزینه‌های خیلی زیاد باز هم برگشتیم به خانه اول؟
Well, we're close, but it's going to depend upon the Taliban decision. خب نزدیکش هستیم ولی از اینجا به بعد بستگی به تصمیم های طالبان داره و اینکه ارتباطشون با القاعده چطور خواهد بود. بسیاری از اونها نزدیک به القاعده هستند یا بودن. شخصیت های مثل گلبدین حکمتیار رو داریم، برخی از نیروها مثل نیروهای موسوم به مجاهدین از این دولت فعلی طالبان کنار گذاشته شدن. باید ببینیم که طالبان از اینجا به بعد در ارتباط با القاعده و داعش و گروه های دیگر بیشمار تروریستی که در افغانستان وجود دارند، حدود 20 گروه تروریستی در داخل افغانستان فعال هستند در درجه اول در نزدیکی مرزهای این کشور. اینها باید دید که چطور رفتار خواهند کرد. بعد باید ببینیم که ایران در ارتباط با رهبری القاعده چه کار خواهد کرد و آیا عملیات اونها رو طالبان تحمل خواهند کرد و اجازه خواهند داد که در داخل افغانستان فعالیت کنند. این خیلی خطرناک خواهد بود. سالها بود که CIA بعضی از افراد رو در صدر فهرستی قرار داده بود که میخواست اونها رو از بین ببره، از جمله همین آقای حکمتیار که ما باهاش حرف زدیم و الان در اون لیست نیست. یکی از کسانی که در اون لیست بود سراج الدین حقانی بود. حالا او وزیر کشور موقت یا سرپرست وزارت کشور هست در افغانستان. چه حسی دارید وقتی چنین آدمهایی حالا آزادند یا اینکه در قدرتند؟ You're correct. حق با شماست. سراج الدین حقانی یک تروریست. او و سازمان او مسئول قتل صدها نفر هستند، افراد بیگناه از جمله شهروندان آمریکایی. موقعیت او به عنوان وزیر داخله موقت طالبان او رو در واقع مسئول سازمان پلیس و سازمان امنیت افغانستان میکنه که این کشور رو در کنترل خواهد داشت، که این یک گام بسیار منفی هست و خب این به شما نشون میده که ایده ها و اهداف ایدئولوژیک طالبان چه هستند. بنابراین جامعه بین‌المللی باید خیلی هوشیار باشه اگر بخواد که از دولت طالبان حمایت کنه، برای اینکه اگر شما میخوایم به مردم آواره شده افغانستان کمک کنیم، اکثریت مردم افغانستان که دچار فقر هستند و بحث همگیری کووید هست، اما نمیتونیم که نیروها و کمک ها رو به سازمان ها و شبکه هایی مثل شبکه حقانی و سازمانی که حقانی در سر کار اون قرار داره تقدیم کنیم. و در نهایت بارها رئیس جمهوری های آمریکا میگفتند که بعد از عملیات آمریکا در افغانستان احساس امنیت بیشتری میکنن، جهان جای امن‌تری شده، آمریکا امنیت بیشتری داره. وقتی که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت کشور هست در افغانستان، وزارت داخله، وقتی که طالبان به اون شکل در قدرت هستن، آیا همچنان معتقدید که آمریکا جای امن‌تری است و جهان جای امن‌تری شده؟ Not to be clear, we have. اول اینکه روشن بگیم که ایالات متحده و بسیاری از شرکاش، این یک تلاش بین المللی بوده که موفق شدن یک 11 سپتامبر دیگر رو ازش جلوگیری کنن. ده ها تلاش و پروژه بود از جانب القاعده و تروریست ها که بخوان حملات تروریستی انجام بدن و الان باید بگیم که خیلی از کسانی که امروز زنده هستند و این رویدادها رو شاهد هستند، دلیل اینکه زنده موندن اینه که عملیات و تلاش نیروهای ائتلاف موفق شدن که از تکرار این رویدادهای تروریستی جلوگیری کنند. و ما البته الان باید ببینیم که حقانی و نیروهای مشابه او تا چه اندازه پیش خواهند رفت و طالبان چه رفتاری خواهد داشت. اما باز تکرار میکنم اینکه چه اتفاقی برای رهبری حقانی و شبکه حقانی میفته خیلی مهم خواهد بود. باز ما تکرار کنم، ایران الان یک نقش مهم اینجا داره و همونطور که ما در مورد مرگ محمد المصری دیدیم و شاهد بودیم در داخل ایران، اگر که این افراد اجازه بهشون داده بشه که از خارج از افغانستان به داخل افغانستان برگردن، این بسیار بسیار خطرناک خواهد بود. و چند بار به ایران اشاره کردید، در حالی که در ایران یک رئیس جمهور بسیار محافظه‌کار، یک رئیس جمهور نزدیک به حلقه های تندرو در قدرت هست و اینجا هم طالبان به یک باره به قدرت رسیده، اینها در کنار هم میتونند بیشتر از گذشته باعث نگرانی آمریکا باشند؟ Well,
This is a complicated time for Iran. این یک زمان پیچیده است برای ایران. ایران از یک طرف نمیخواد که شاهد یک تهدیدی باشه در مرزهای شرقی خودش، میخواد که از اقلیت شیعه در افغانستان محافظت کنه، یک جمعیت آواره افغان رو در داخل کشور خودش داره، جمعیت قابل توجهی که میخواد واقعا راستش رو بگیم از شر اینها خلاص بشه و اینها رو اخراج کنه. ولی واقعیت هم هست که ایران در گذشته به طالبان کمک کرده، کمک مالی، کمک تسلیحاتی و بهشون یک مأمن و سرپناهی داده و همین کارو با القاعده هم کرده. بنابراین این مشکل تنها مشکل آمریکا نیست، مشکل جامعه جهانی است. کاری که ایران خواهد کرد، رفتارش با این شبکه‌های تروریستی یک مشکل خواهد بود. و الان من باید بگم برای یک دقیقه، القاعده وقتی که با حمله آمریکا و متحدانش شکست خورد، ده ها نفر از هزاران نفر از اینها از اردوگاه‌های قندهار و جای دیگه فرار کردند و تهران به اینها اجازه داد که وارد قلمرو ایران بشن و از اونجا به تمام جهان برن. بنابراین بیننده‌های شما باید از خودشون بپرسن چه اتفاقی می‌افتاد اگر ایران در سال 2001-2002 این تروریست‌های القاعده رو دستگیر می‌کرد و تحویل جامعه جهانی می‌داد به جای اینکه به اونها آزادی عمل بده. بنابراین ایران هم باید برای اعمال القاعده در آینده مسئولیت خودش رو بپذیره. ممنونم از نورمن رول، افسر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در ویرجینیا با ما. و اما امروز مراسم 20مین سالگرد حملات 11 سپتامبر در چند شهر آمریکا برگزار شد. در یکی از این مراسم در محل یادبود برج‌های تجارت جهانی در نیویورک، رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های دیگر به قربانیان این حادثه ادای احترام کردند. آقای بایدن بعد از این مراسم به محل سقوط یکی دیگر از هواپیماهای ربوده شده در ایالت پنسیلوانیا رفت. در این مراسم کامیلا هریس معاون رئیس جمهوری و جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا هم سخنرانی کردند. همکارم بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. ضمن این که خب فکر میکنم همین الان سخنرانی آقای ترامپ هم شروع شده یا لحظات پیش تمام شد. بهمن اول بگو که حالا هوا اونجا چطوریه؟ میدونیم که آقای ترامپ چی گفت در این روز نمادین برای آمریکا؟ در صبح که مراسم رسمی بود، جمال پشت سر من اینجا همونجوری که در گزارش کسرا آمد، سه رئیس جمهور و همسرانشون حضور داشتن، آقای بایدن و دو رئیس جمهور سابق اوباما و کلینتون. آقای بوش تنها سخنران مراسم رسمی بود که در پنسیلوانیا صحبت کرد که خیلی مورد توجه قرار گرفت، برای اینکه بخشی از سخنرانیش حمله مستقیم به طرفداران آقای ترامپ بود، به همحزبی‌های خودش بود و صریحا گفت که این آمریکایی که ضد مسلمان، این آمریکایی که ضد مهاجر، این آمریکای ما نیست. و فراتر از اون گفت که این تندروی هایی که این کسانی که افراطیونی که دست به حملات 11 سپتامبر زدن، از نظر فرهنگی با تندروهایی که در داخل آمریکا دست به تروریست حرکت های تروریستی داخلی میزنن، منظورش اینجا سفید پوستان است که عملیات های تروریستی انجام دادن یا به کنگره حمله کردن در 6 ماه گذشته، 7 ماه گذشته، اینها از نظر فرهنگی با هم متفاوتن ولی خواستگاهشون یکی است. و این صحبت از سوی رئیس جمهوری، جمهوری خواهی مثل آقای بوش طبیعتاً مورد توجه قرار گرفته و نشان از این داره که او معتقده که باید حداقل در درون حزبش نگرانی نسبت به هم حزبی هایی که طرفدار آقای ترامپ هن براش برجسته است. با این همه آقای ترامپ بدون اینکه در این مراسم رسمی شرکت بکنه آمد اینجا حدود همین 10-15 دقیقه پیش صحبت کرد. قبلش هم در یک ایستگاه آتش نشانی ایستاد و با معاونان پلیس و آتش نشانی صحبت کرد و تاکید و انتقاد شدید داشت به همین ماجرای خروج آمریکا از افغانستان. گفت ما بیش از 80 میلیارد دلار تجهیزات گذاشتیم اونجا، این خروج بدون اینکه آمریکایی‌ها رو خارج بکنیم افتضاح بوده، یک بچه 5 ساله بهتر از این میتونست عمل بکنه. و در نتیجه از این فرصت برای انتقاد به دولت بایدن استفاده کرد و گویا اینکه در مراسم رسمی شرکت نکرده بود، همین چند دقیقه پیش اومد اینجا و در میان جمعیتی که اینجا حضور داشتن خطاب قرار داد حاضرین رو. در نتیجه برای آقای ترامپ یه فرصتی بود که حرفای اعتراضیش رو بزنه، برای رؤسای جمهور سابق یه فرصتی بود برای ادای احترام، برای آقای بوش که بتونه انتقادش رو با آقای ترامپ و طرفدارانش ابراز بکنه. در مجموع روز پرخبری بود و البته برای خانواده ها که اینجا حضور داشتن که خیلی لحظه ایست که غمشون داغشون دوباره تازه میشه، یکی که اسامی رو خوندن و خیلی ها
وقتی گوش میدادید میبینید چقدر اسامی متنوع است از نزدیک 90 کشور قربانی در این برج‌ها بودن. با بعضی از این خانواده‌ها صحبت کردم جمال که انتقاداتشون رو و نگرانی‌ها و تأسفشون رو در این 20 سال گذشته با من در میون گذاشتن. یک آبنما در جای هر یک از برج‌های دو قلوی فرو ریخته همراه با نام تک تک آنهایی که جان دادند. بنای یادبودی برای قربانیان مرگبارترین حمله در خاک آمریکا. تکمیل آن و محوطه اطراف نزدیک 2 دهه کار برده و ستونهای نوری که در این شبها خاطره تلخ آن روزها را برای اهالی نیویورک زنده می کنند. خاطراتی که نسل پس از 11 سپتامبر با آن بیگانه است، اما بر زندگی بعضی مانند کودکان و نوجوانان این خانواده تأثیر گذاشته. یکی از پدر بزرگهایشان در برج شمالی کار می کرد و کشته شد و پدر بزرگ دیگر مأمور پلیس بود و در پی تنفس گازهای سمی ناشی از سوختن آوار برج‌ها سرطان گرفت و درگذشت. همان هوای مسموم پدرشان رابرت مأمور آتش نشانی در عملیات آوار برداری برج‌ها را هم مانند چند هزار امدادگر دیگر درگیر انواع بیماری‌ها کرده. بسیاریشان نمایندگان کنگره و دولت‌های 20 سال گذشته را به بی‌توجهی به بیماری و مرگ مأموران متهم کرده‌اند. این همه سیاستمدار هستند که هر سالگرد 11 سپتامبر بیانیه میدن و توییت میزنن که هیچ وقت اون حملات رو فراموش نمی کنیم. ولی ما که آسیب دیدی اون روز بودیم باید میرفتیم واشنگتن که ازشون بخوایم لایحه تأمین هزینه های درمان و کمک به ما رو تصویب کنن. ولی 5 دقیقه بیشتر وقت نمیدادن و 19 سال طول کشید تا تصویب بشه. 19 سال من و همکارانم که بعضی هاشون سرطان وخیم داشتن می رفتیم به کنگره تا نمایندگان و سناتورها رو راضی کنیم که رأی مثبت بدن. این همه استفاده از ما برای جست حمایت از قربانیان 11 سپتامبر و همزمان بیتوجهیشون خیلی من رو اندوهگین و خشمگین کرده در این سالها. غم و خشمی که دختر آن پدر می گوید هنوز برایش تازه است. بدنش به کلی از بین رفت. مادر و خواهرم هم دقیقا از همین خیلی آزدار می بینن. فقط این نبود که کشته شد در این حمله. این بود که هیچ اثری ازش نموند. وجودش، جسمش، کاملا از بین رفت. ما هیچ چیزی برای به خاک سپردن نداشتیم. هیچ چیز. و این خیلی با وضعیتی که یه نفر از بیماری یا حادثه میمیره و فامیل بدنش رو تحویل میگیرن و خدافظی میکنن. در اون مرگ پایانی وجود داره. ما هیچ پایانی نداشتیم. But to disappear. اندوهی که چارلز ولف که همسرش کاترین را از دست داد به یکی از فعالترین اعضای خانواده‌های داغدار تبدیلش کرد. کاترین فقط 2 هفته پیش از 11 سپتامبر در شرکتی در طبقه 97 برج شمالی کار گرفته بود. آقای ولف در این 20 سال به دنبال وادار کردن دولت آمریکا به انتشار اسناد سری در مورد رابطه احتمالی مقام‌های عربستان سعودی با عاملان حملات 11 سپتامبر بوده. بین خانواده‌های قربانیان دیدگاه‌های متنوع زیادی هست. البته خیلی‌ها که علاقه ندارن قاطی مسائل سیاسی بشن و اعتراض کنن، توی مراسم‌های سالگرد میان به هم میگن مرسی که صدات بلنده و حرف دل ما رو میزنی. ولی در مورد انتشار کامل و نه نصف نیمه اسناد سری دولت آمریکا تا معلوم بشه ارتباطی بین مقام‌های عربستان سعودی با تروریست‌های 11 سپتامبر بوده یا نه، اتفاق نظر هست. Our issues have pretty the Saudi Arabia issue is really the last issue. حملات بهداوری که نخستین قربانیانش اینجا بودند و خانواده‌های اونها به تبع هر سال برای یادآوری گرد هم میان و گویند که این 20th سال شاید آخرین مراسم سالگرد باشه که در مرکز توجه رسانه‌ها و افکار عمومی و سیاستمداران، اما میراث حملات 11 سپتامبر هم در فضای سیاسی داخل آمریکا و هم در خاورمیانه که لشکرکشی‌های این کشور گریبان میلیون‌ها نفر رو گرفت همچنان باقی است. بهمن کلبوسی، BBC نیویورک.
از شما بیننده ها پرسیده بودیم که واقعه 11 سپتامبر چه تأثیر مستقیم یا غیر مستقیمی بر زندگی شما داشته و درباره پیامدهای اون چی فکر میکنید. در این ویدیو بخشی از پیام های شما رو بشنویم. اون موقع یادم مادرم رادیو گوش میکرد. وقتی برجای دوقلو زده شد مادرم میگفت که بزرگترین کار، بزرگترین حادثه تاریخ دنیا شده. ما میگفتیم چی شده مادر؟ میگفت که برجای دوقلو زدن، برجای تجارت جهانی. بعد از اونجا بود که بدبختی و مشکلات ما مردم افغانستان شروع شد. البته قبل او هم در زمان طالبان هم همینطور جنگ ادامه داشت. حدوداً قسمت های از کشور دست مخالفین و موافقین بالاخره همین به همین روال گذشت. بعد دوباره جنگ شروع شد. ولی خب اوائل ورود امریکایی‌ها به افغانستان یک سکوت و آرامش آمد که برای 4 سال 5 سال سکوت بود. طالب نبود، همه چیز به حالت عادی بود. البته پیشرفتی هم در این حال نداشتیم. جای تأسف داره بعد از 20 سال آمریکا افغانستان دو دستی تقدیم طالبان کرد. طالبانی که این همه خسارت زد، این سرکوبته، این شکسته، این مایه ننگ برای آمریکا. شما خیال کردین این مسلمان های افراطی ولکن هستن؟ نه و خدا. آقای بایدن تو که نمیتونستی چرا این کار کردی؟ شما آمدین اونجا یه قرارداد، یه توافقنامه امضا کردین. خب از وقتی که توافقنامه امضا شده طالبان با کدامش عمل کرده؟ کدام موردش عمل کرده؟ ولی شما طالبان دیدی بهشتان گفت سر مواد خودت اگه نری اینجا ترتیب بدم میدم. فوری تمام شد، جا خالی کردی و زدی چاک رفتد. دیرم بریم ملت مظلوم افغانستان میسوزه. با اسپانیش هم ترامپ و بایدن بود، خدا حقشان ازشان بگیره. آمین. جهان تصمیم گرفت که به خاطر جنایت بشری که توسط القاعده صورت گرفته بود به افغانستان لشکرکشی کنند، دیگه گروه متحجر تروریستی طالب را نابود بکنند. اما بدبختانه در 20 سال به جای از اینکه جامعه جهانی افراد و اشخاصی را در نظام افغانستان مورد حمایت قرار بدن که وطن دوست، وطن پرست باشند، به جای از او کسایی را مورد حمایت قرار دادن که خود حامی طالب بودند، خود حامی تروریست بودند. آنها در 20 سال دوباره کوشش کردند که تروریست ها را اگمال بکنند، دوباره زنده بسازند. امروز هم اگر جامعه جهانی، ایالات متحده امریکا، قوای ناتو در مورد افغانستان اگر تصمیم درست و عاقلانه نگیرند، فردای بدتری از 11 سپتامبر در حالت به وقوع پیوستن است و روزی خواهد رسید که مردم شاهد روزهای بدی خواهد بود. نظرات شماری از مخاطبان بی بی سی فارسی بود. سام فرزانه همکارم از مقابل ساختمان پنتاگون با ماست، یکی از ساختمان‌هایی که در روز 11 سپتامبر مورد هدف قرار گرفت. سام، ولی جالب این هست که آنچه که در نیویورک رخ داد به شدت حمله به این ساختمان رو تحت شعاع قرار داد. همینطوره و به هر حال موضوع اینه که این حمله‌ای که اینجا به وزارت دفاع آمریکا انجام شد حمله بسیار سمبولیک تری بود و احتمالاً اگر کسانی که توی پرواز چهارم بودن و مطلع بودن از اهدافی که حمله کننده ها داشتن در اون روز، اگر اونها مقاومت نمی کردن و به جای پنسیلوانیا پرواز چهارم هم به واشنگتن می رسید و کمی دورتر از اینجا به کنگره آمریکا یا به کاخ سفید برخورد می کرد، قطعا همه اینها رو تحت تاثیر قرار میداد. وزیر دفاع آمریکا در مراسمی که اینجا در پنتاگون بود درباره این موضوع ها صحبت کرد، درباره این صحبت کرد که چطور چنین روزی از یاد و خاطره کسی نمیره. حتی به این موضوع اشاره کرد که الان حدود یک چهارم کسانی که اینجا مسئولیت امنیت این وزارتخونه مهم آمریکا رو به عهده دارن و اینجا کار میکنن، از کسانی هستن که بعد از واقعه 11 سپتامبر به دنیا اومدن، کسانی که در افغانستان همین چند روز پیش کشته شدن، 13 نفری که کشته شدن همشون کسانی بودن که زمان حملات 11
سپتامبر کودک بودند، نوپا بودند و به این موضوع ها اشاره کرد و گفت که با این حال یک چنین روزی از یاد ما نمیره، مثل روزهای خوب چنین روزی هم از که روز بدی هست چنین روزی هم از یاد مردم آمریکا نمیره. در کنار او رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم صحبت کرد و درباره این صحبت کرد که کسانی که اینجا جان خودشون را از دست دادن به دلیل این جانشون را از دست دادن که اعتقاد اونها در واقع اون چیزی که همه اینها رو به هم دیگه وصل می‌کرد، فارغ از دینی که داشتن یا اصلا دین نداشتن، اون چیزی که به هم وصل می‌کرد ارزش‌هایی بود که ارزش‌هایی که به قول او آمریکا رو تشکیل می‌ده و اون برابری افراد در قانون اساسیه و اون آزادیه و اون آزادی بیانه. و میگفت بسیاری از دشمنان آمریکا در واقع دشمنان این ایده ها هستن، کسانی هستن که نام برد، گفت فاشیست ها هستن، نازی ها هستن، کشورهای مستبد هستند، القاعده هست، طالبان هست و داعش، و گفت که اینها همه دشمنان این ایده هستن و این ایده ها در واقع نمیتونه در نهایت هم پیروز بشه به دلیل این که اون چیزی که نخ تسبیح مردم این جامعه هست، اون عقاید اولیه اونها چیزاییه که این مردم رو متحد نگه میداره، منظور مردم ایالات متحده آمریکاست، که اون میگه بعد از همه این حوادث باز هم اونها متحد میمونن. به 13 نفری که در افغانستان همین اواخر کشته شدن از پرسنل ارتش آمریکا اشاره کردی و خروج افغانستان، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رو همه ما در این روزها دیدیم. حس در اونجا پیروزی یا شکست؟ حسی که از دولت میاد، حس اینه که باید در واقع یک کاری بود که باید انجام میدادیم. این در واقع آقای بایدن امیدوار هست که یک چنین روایتی رو جا بندازه که او کاری رو انجام داد که مدت‌ها پیش باید انجام میشد و او صرفاً کاری رو که به تأخیر افتاده بود، انگار که آدم لیست کارهاشو می‌نویسه و یکی یکی خط می‌زنه و ما باید این کار رو انجام میدادیم و خط می‌زدیم. اما اون چیزی که طرفداران مثلا رئیس جمهوری سابق آمریکا می‌بینن یک شکست بزرگه، یا خیلی از جمهوری خواهان تندرو اینطور می‌بینن که یک شکست بزرگ اتفاق افتاد با خروج آمریکا. اما شاید اگر بخوام به شما بگم که مردمی که در میانه هستن، نه کسانی که طرفدار این دولت به صورت خاص یا به اون دولت به صورت خاص هستن، نگرانی که وجود داره اینه که آمریکا اول اینکه یک مردمی رو، یک کشوری رو، یک ایده‌هایی رو، یک ایدئال‌هایی رو تنها گذاشت و باعث شد که حکومت افغانستان سقوط بکنه، و بعد اینکه خیلی‌ها نگران این هستن که یک بار دیگه افغانستان جایی بشه برای کشیدن نقشه‌هایی که علیه آمریکا هست. همینطور در مصاحبه خودت هم شنیدیم حتی آقای حکمتیار هم شاید خیلی راضی نیست از بودن آمریکایی‌ها، نقش آمریکایی‌ها رو خیلی محکم و پررنگ می‌بینه در اتفاقاتی که در افغانستان افتاده، و معلومه که آمریکایی‌ها خیلی شاید دوستان زیادی هم در افغانستان ندارن. بنابراین یک مقدار اینها در داخل آمریکا هم بازتاب پیدا میکنه و مردم این کشور رو نگران میکنه که مرحله بعدی چیه. حالا یک سری از ارزش‌هایی که آمریکایی‌ها بهش احترام میگذارن در افغانستان نتونست پیاده بشه، ولی آیا این خطری برای مردم آمریکا هم خواهد داشت یا نه؟ بسیار ممنونم از همکارم سام فرزانه از مقابل ساختمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون. وقتی که سام توضیح میداد تصاویر زنده هم داشتیم از مراسم یادبود 11 سپتامبر. همزمان با 20 سالگرد این حملات، جایگاه طالبان در افغانستان محکم‌تر شده. سازمان ملل متحد اما به طالبان هشدار داده که حقوق بشر رو رعایت بکنند و از استفاده از زور و بازداشت خودسرانه برای کسانی که تجمع مسالمت‌آمیز برگزار می‌کنند دست بردارند. در حالی که تجمع‌های اعتراضی زنان در روزهای گذشته با سرکوبی شدید روبرو شد، امروز تعدادی از زنان حامی طالبان در کابل تجمع کرده و شعارهای ضد دموکراسی و آزادی دادند. همزمان جنگ در پنجشیر هم ادامه دارد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. اعدام یکی از مخالفان و وابستگان رژیم سابق به دست طالبان. روح الله عزیزی صالح، برادر امرالله صالح، معاون ریاست جمهوری سابق و از رهبران مقاومت در پنجشیر. بستگانش میگویند طالبان اجازه دفن پیکر او را ندادند و گفتند باید بپوسد. این ویدیو از تیرباران فردی در کنار جاده در پنجشیر منتشر شده. آماج نیوز گفته این اتفاق در عنابه پنجشیر رخ داده. فرد دیگری که اسیر طالبان شده شاهد این صحنه است.
نظامی نیست. بلا کارت من، من نظامی نیستم. همزمان جنگ در پنجشیر ادامه دارد. طالبان ادعا کرده شمال پنجشیر را تصرف کرده و ساکنان منطقه هم میگویند طالبان آنها را کوچه اجباری دادند. در مقابل اعضای جبهه مقاومت ملی علیه طالبان میگویند نیروهایشان ولسوالی‌های دره، آبشار و پریان را از کنترل طالبان خارج کردند. این تصاویری است از گرد همایی امروز زنان حامی طالبان در دانشگاه کابل با نقاب و پوشش مورد حمایت طالبان و پرچم آنها. این هم تظاهراتشان در خیابان‌های کابل با حضور و حمایت طالبان که خبرنگاران و مردم را کنار می‌زدند. شعارشان هم در مخالفت با آزادی و دموکراسی. ما نظام اسلامی نمی‌خواهیم. ما دموکراسی نمی‌خواهیم. ما دموکراسی نمی‌خواهیم. فراکنده نشید. در روزهای گذشته طالبان تجمع‌های اعتراضی زنان را در شهرهای مختلف به شدت سرکوب کرده. خبرنگاران را هم دستگیر و به شدت کتک زده. وزارت داخله هم هر گونه تجمع را مشروط به گرفتن مجوز از 24 ساعت قبل کرده. بر اساس قانون جدید طالبان زنان فقط با روبنده و نقاب می توانند در دانشگاه حاضر شوند و باید از مردان جدا بنشینند. این هم تصاویری از کشیدن دیوار بین زنان و مردان در کلاس‌های درس. زنانی که در دو دهه گذشته برای به دست آوردن جایگاه خود در جامعه جنگیدند، حالا از این تغییرات و قوانین به شدت نگرانند. ما از طالبان می‌خواهیم فوراً استفاده از زور و بازداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران و مردمی که اعتراض مسالمت‌آمیز می‌کنند را متوقف کنند. اینجا فرودگاه کابل در سالگرد حملات 11 سپتامبر آمریکا. حضور گسترده طالبان مسلح در این فرودگاه که چندی پیش آمریکا و دیگر کشورهای غربی از اینجا شهروندانشان و افغانهایی که با آنها کار میکردند را خارج کردند، اما تعداد زیادی را جا گذاشتند. ما متحدان افغان آمریکا هستیم. شانه به شانه ارتش و شهروندان آمریکا کار میکردیم. ما جا مانده ایم. من به دنبال کمک هستم. من نیاز به مکان امنی دارم. نیاز دارم وزارت خارجه آمریکا پناهم دهد. این خیلی برای همه ما فرسایشی است. به خصوص برای ما زنها. ما در کنار آمریکایی ها کار کردیم ولی ما را جا گذاشتند. فرودگاه کابل همچنان خلوت است. تنها پروازهای داخلی انجام می شود و نخستین پرواز تجاری بین المللی بعد از تسلط طالبان قرار است دو روز دیگر از اسلام آباد به کابل بیاید. در دو روز گذشته هواپیمای قطر دو پرواز از کابل داشته و بیشتر شهروندان خارجی و افغانهایی که جا مانده بودند را خارج کرده. طالبان گفتند اطمینان می دهند که امنیت و خوشبختی را به مردم افغانستان برگردادند و به دنبال انتقام نیستند. وعده‌ای که نه تنها تا این لحظه عملی نشده، بلکه در این مدت عده‌ای کشته یا اعدام شده و شمار زیادی از مردم هم بی جا و آواره شدند. فرین عاصمی، بی بی سی. فرح مصطفوی، نویسنده و فعال حقوق بشر با ما هستند. خانم مصطفوی، طالبان طرفدارانی دارند، ولی این زنانی که امروز در این نشست دیده شدند، از نظر شما از چه بخشی از زنان در افغانستان نمایندگی میکنند؟ سلام، سلامتی خدمت تمام بینندگان عزیز بی بی سی دارم. با جواب سوال شما باید گفت که در هر اجتماع و نظام یک آمار دقیقی از تعداد زنانی که میانه‌رو هستند، افراط‌گرا هستند، سنتی هستند و یا به هر نحوی عقیده دینی دارن وجود داره، همچنان که سوپرمیسته ها یا سفید پوستان امریکایی وجود داشته. این تعداد از زنانی که امروز حمایتشان را از گروه طالبان نشان دادن عملا در افغانستان در 20 سال گذشته وجود داشتن، حضور داشتن و تقریبا مشخص است جاهایی که اونا به حساب تدریس دینی می شوند. یکی از پوانتین های دانشگاه دولتی به نام شرعیات و همچنان بعضی از دانشگاه های خصوصی که نمیفهمم ذکر نامشان خوب است یا نیست، در درون کابل عملا حضور داشتن قسم زنا
و دقیقا ما فکر میکنم خود گروه طالبان خواسته اینا را رو بزنه به دلیل از اینکه فعلا در خلای قانون و قواعد یک نظام وجود داریم، حضور داریم و هیچ قانون نیست که مثلا گفته باشه شما چی نوع داشته باشه. به طرز عجیب اینا رو کردن و در جریان که تظاهرات زنان آزاد خواه، البته آزاد خواه در رابطه با حقوق شرعی و اجتماعیشان که عبارت بود کار، تحصیل و آزادی نسبی که یک بشر میتونه داشته باشه، عملا موازی با او ما حرکت بسیار سنتی از این زنای عزیزه داشتیم. خانم مصطفی گفتید که طالبان احتمالاً با هدف این کار رو کردند، اونها سازمان دهنده چنین نشستی بودند، چی به دست آوردند از این نشست؟ به نحوی گروه طالبان میخواین که نشان بدن که ما پوششی را که میخواین به زن افغانستانی چه طرز پوششی است که عبارت بود از امو چپنهای سیاه عربی و یکی هم نقاب و دستبند بود که نقاب و دستبند از نگاه شرعی کلن یک بدعت هست و ما میتونیم در تمام فقهایی که وجود داره و نقل قول از دین اسلام میکنه و از شریعت میکنه دیده میشه که مذاهب مختلف همچنان که امویال حکمتیار اشاره داشتن، مذاهب مختلف مانند حنبلی، شافعی و حنفیت نظرهای متفاوتی در رابطه با پوشش زنان دارن و خصوصا زنان شاغل با اون نحو اصلا یک بدعت است که برایان در بیرون، به دلیل از اینکه حدیثی کامل از حضرت پیامبر وجود داره که وقتی که زن شاغل در بیرون میره و مصروف کار است میتونه که دستاش از قسمت بندی دست با بالا آستینش برزدگی باشه و این کلان در شریعت واضح و مبرهن است. اینا را میخواستن به نحو طالبان نشان بده که ما منظور ما از حجاب اسلامی و از حضور زنان در جامعه اینی چیز یک شکل است. خب اگر چنین معیاری، اگر چنین حجابی به عنوان حجاب معیاری مد نظر طالبان باشه و اونها همین شکل رو بپسندن، هیچ امیدی میشه به مشارکت زنان در حتی در محدودترین اشکال داشت؟ خب اونا موضعشان عملا نشان دادن که مثلا زن توانایی از ایره نداره که در سطح وزارت بیایه و حاکمیت داشته باشه و یا در مسند وزارت بیایه وظیفه اجرا کنه، در حالی که زنای وجود دارن که میتونن با استدلال باز گروه طالبان قناعت بتن که نظر به کدام احادیث و نظر به کدام متون شرعی شما میاین میگین که زن نمیتونه وزارت کنه، در حالی که اونا فکر میکنم که منبع و مرجع اینی ای گپشان از یک حدیث حضرت پیامبر که بسیار خاص در یک موقعیت خاص اونا گفته بودن و اون نقل قول از من جا یاد داشت کردم، نقل قول بود لن یفلح قوما ولو امرهم امرأتن، یعنی گفته هیچ قومی پیروز نمیشه که اگر زمام امور به دست زنا بته، و این در یک موقعیت خاص در دوران به ایران گفته شده بود که وقتی که حکومت کسرایی به پایان میرسه و او میخواد که دختر خدا بنا و حکومت میراثدار حکومت بسازه، این نظر به دلایل گفته شده، سه دلیل وجود داره، یکی ای که ای به شکل مشخص در تمام جغرافیا قابل تطبیق نیست، یک دلیل دیگه وجود داره که مثلا ارزشگرایی را زیر پا میکنه و ارزشگرایی به دلیل از اینکه شاید از دختری حضرت کسرا که کسایی بودن که مثلا دانش قوی داشتن یا علمیت به حکومت داری داشتن میتونست که بیاین در حکومت نظام میراثی شکل نگیره، و یک کسی دیگه که ارزشگر علمیت داره و ارزش داره باید نظام امور را دست بگیره. و دلیل سوم دلیلی است که مثلا اگر ما بیایم پافشاری به همین مرجع داشته باشیم که گویا زن نمیتونه وزارت کنه و امور دولت را دست بگیره، ای کلان و قانونن یا به حساب واضحن در تضاد با رویکرد قرآن شریف قرار می گیرد، چنان که در قرآن شریف از بلقیس یا ملکه سبا یاد شد که بسیار با درایت حکومت داری خوب داشت و با مدیریت قوی. منظور شما این هست که این نگاه طالبان حتی با معیارهای دینی هم سازگاری چندانی نداره. خب ما در روزهای گذشته زنانی رو می‌دیدیم که در خیابان‌ها اعتراض می‌کردن علارغم اینکه خطرات زیادی هم متوجه اونها بود. اون اعتراض‌ها به کجا کشیده؟ آیا کمتر شدن دامنه اون اعتراض‌ها به معنای این است که
حرکت اونها به جایی نرسیده و شاید هم سرکوب شده؟ خب اول جنبندی کنیم حرف قبلی را. ما خواستم همین گپ به دلیل از این بیان کنم که شما در رابطه با پوشش زنان از طرف طالبا زیقی را که اونا طرح کردن گفتین، اونا اصلا عملا به زنان هیچ باور ندارن و در کرسی های مناسب مهمی که سرنوشت ساز باشه و تصمیم گیرنده باشه زنان را محدود کردن، حضور زنان را در اجتماع محدود کردن، چی برسه به نوع پوشش اونا. بله، در اعتراضاتی که در خیابان ها عملا زنان آزادخواه، زنانی که حق شرعی میطلبیدن، اونا هم فراتر از شریعت چیزی نمیخواستن که برخلاف از این خواهران حجاب پوشی ما باشه، اونا فقط حق تحصیل میخواستن که زیربیناستن و حق کار میطلبیدن که کار در شریعت و اسلام و فکرم که حدودی نداره که باید او صد واقع شوه، یک نظام بیا صد واقع شوه که بکار زن و یک اندازه آزادی شرعی که من حیث بشر زن مساوی به مرد میداشته باشه. فقط این امیره در خیابان ها فریاد میزدن و سلسله از او باز یک تظاهرات مردمی دیگه بود که من میخوایم در رابطه با امو خود اونمو اعتراضات بگویم که بر علاوه که سرکوب شد، من فکر نمیکنم که صدای زن افغانستان خاموش شوه. زنان از خواستگاه اجتماعی هستن، هیچ نماینده ندارن، هیچ مثلا کسی اینا را به گفته خود گروه طالبا کسی کدام کشور کفری اینا را حمایت نمیکنه، ولی خواستگاه خود زنان برخواسته که اونا حق شرعیشان را مطالبه میکنن. بسیار ممنونم از فرح مصطفی، نویسنده و فعال حقوق بشر. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی عصر امروز به تهران رفته. کاظم غریب آبادی نماینده دائم ایران در دفتر وین سازمان ملل خبر داده که آقای گروسی فردا با رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران دیدار خواهد کرد. تنها کمی پیش از قطعی شدن این سفر چند رسانه خبر داده بودند که تهران با درخواست رافائل گروسی برای سفر به ایران موافقت نکرده، اون هم در آستانه نشست دوره‌ای شورای حکام که قرار است روز دوشنبه برگزار بشه و فعالیت هسته‌ای ایران از موضوع‌های گفتگو است. نشستی که در اون اگر کشورهای اروپایی و آمریکا به اجماع برسند بعید نیست بخوان قطعنامه علیه فعالیت‌های اخیر ایران صادر کنند، هرچند که روسیه گفته با چنین قطعنامه‌ای مخالفت می‌کند. در دو روز گذشته راب مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران برای رایزنی درباره احیای برجام به فرانسه و روسیه سفر کرده بود. آقای مالی دیدارهای خودش رو سازنده توصیف کرده و گفته که بازگشت به مذاکرات احیای برجام ضروری است. توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران یا اونطور که تهران میگه گام‌های هسته‌ای متناسب در واکنش به خروج آمریکا از برجام، نگرانی‌های گسترده‌ای رو رقم زده. به ویژه اینکه ایران بعد از مصوبه مجلس همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به شدت محدود کرده و تنها با توافقی شکننده قراره که فیلم دوربین‌های نظارتی در سایت‌های هسته‌ای خودش رو، اون هم تنها در صورت احیای برجام، در اختیار آژانس قرار بده. دوربین‌هایی که گزارش شده ظرفیت حافظه و باتری‌های اونها به دلیل وقفه در مذاکرات رو به اتمام است. اما مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن دی سی با ما هستند. آقای فیتزپاتریک، آیا برجام به جایی رسیده که ممکنه دچار مشکل بشه یا اینکه هنوز امیدی هست که این گفتگوها جان بگیره؟ There is still hope. امید هنوز هست و البته این امید هم بیشتر شده بعد از اینکه ایران آقای گروسی مدیر کل آژانس رو دعوت کرد به تهران، برای اینکه این نشون میده که شاید ولو موقت بحث این دوربین ها، دوربین هایی که در اختیار آژانس نگذاشتن برای چند ماه، شاید موقتا حل شده باشه. البته این یک قدم مثبت موقت هست. تمام طرف‌های درگیر باید که دوباره بشینن سر یک میزی و با هم دیگه راجع به احیای برجام مذاکره کنن. دولت جدید در ایران به نظر میاد که روش سختگیرانه‌تری داره در مقایسه با دولت قبلی. تندروها حرفشون این بوده که این مذاکرات گفتگو برای گفتگو بیشتره، مذاکره برای مذاکره بیشتره. اگر آمریکا جدی باشه بر میگرده به برجام، محدودیت‌ها رو، تحریم‌ها رو بر می‌داره و ما هم گفتگوها رو شروع می‌کنیم، ما هم محدودیت‌ها رو بر می‌گردونیم. You know, former foreign minister Javad
میدونید وزیر خارجه سابق جواد ظریف در گزارش 12 ژوئیه به پارلمان ایران توضیح داده بود که همه قدم‌هایی که آمریکا برداشته بود، همه امتیازهایی که آمریکا داده بود رو توضیح داده بود و اونجا بود که از دولت دعوت کرده بود که به پیش بره و مذاکرات رو به یک نتیجه برسونه. مذاکرات خیلی سریع میتونه به نتیجه برسه اگر ایران یک خورده انعطاف پذیری بیشتری داشته باشه، همونطور که ایالات متحده داشته. اما ایران حتی صحبت نکرده با هیچ کسی از جوان 2020. بنابراین همه جهان منتظره که ایران نشون بده که آیا میخواد که برجام رو دوباره احیا کنه یا خیر. اگر ایران خیلی تمایل نشون نده الان اینطور به نظر میاد، در اون صورت چه خواهد شد؟ در اون صورت اگر که هیچ امید و چشم‌اندازی برای احیای برجام نباشه، تمام تحریم‌هایی که ایران برای 3 سال متحملشون شده ادامه خواهند داشت و توسعه داده خواهند شد، به اعتقاد من بیشتر خواهند شد، چون کشورهای غربی به ویژه خیلی نگران پیشرفت‌های هسته‌ای ایران هستند که این کشور رو خیلی نزدیک می‌کنه به تولید یک سلاح هسته‌ای. اگر ایران زیادی نزدیک بشه به تولید یک سلاح هسته‌ای، اون وقت نگرانی من این هست که بعضی از کشورها ممکنه اقدام نظامی به عمل بیارن برای اینکه این برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف کنن و اون اقدام نظامی ممکنه که تبدیل به یک جنگ گسترده‌تر بشه. بنابراین خطر خیلی زیاده و بحث احیا یا عدم احیای برجام خیلی خیلی مهم و سرنوشت ساز. گفتید یک جنگ گسترده‌تر. آمریکا با زحمت خودش رو از جنگ در افغانستان بیرون کشیده، از همسایه شرقی ایران. واقعا برای آمریکا عملی هست که وارد یک جنگ دیگه بشه در منطقه؟ قطعاً ایالات متحده خواستار جنگ دیگری در منطقه نیست، در حالی که همونطور که اشاره کردید داره سعی میکنه نیروهاشو خارج کنه. اما کشور دیگری هست که میدونیم که خیلی مایل هست که وارد اقدام نظامی بشه علیه ایران، اسرائیل. نشون داده در گذشته تمایل خودش رو به حمله به تأسیسات خیلی مشخص به صورت هدفمند و چنین خواهد کرد اگر که به این باور برسه که ایران داره زیادی به تولید یک سلاح هسته‌ای نزدیک میشه و ایالات متحده یک شریک نزدیک اسرائیل است. بنابراین این ممکنه که اسرائیل بتونه آمریکا رو وارد یک جنگ جدیدی در خاورمیانه بکنه. من نمیگم که این اتفاق خواهد افتاد، ولی قطعا این یک احتماله. اگر دولت جدید ایران وارد گفتگو بیشتر بشه با آمریکا، تا چه تضمینی وجود داره که همه چیز خیلی خوب پیش بره؟ یک بار میدونیم برجام به نتیجه رسید، ولی خب آقای ترامپ اومد و زیر همه چیز زد. خب اینجا پس 2 سوال هست. یکی این که آیا ایران برمیگرده به مذاکرات و در اون صورت یک توافقی در کار خواهد بود، و اون وقت سوال دوم اینه که اگر توافق جدیدی در کار باشه چقدر عمر خواهد کرد. سوال اول، من معتقدم که ایران احتمالاً به توافق باز خواهد گشت، به مذاکرات باز خواهد گشت، ولی باز همچنان سعی میکنه که وقت بخره و مذاکره رو کش بده تا به امتیازهای بیشتری برسه. و درباره این سوال که خب این توافق احتمالی آینده چقدر دوام خواهد آورد، کی میدونه؟ هیچ کس. بایدن نمیتونه که جایگزین خودش رو متعهد کنه به ادامه این توافق. البته من معتقدم که بایدن برای بار دوم انتخاب خواهد شد و اگه نشه قدرت میرسه به معاون او، و در اون صورت این توافق دوام خواهد داشت. اما در این حال همزمان ایران منافع زیادی خواهد داشت از این توافق. میلیاردها دلار سرمایه هاش که در خارج از کشور مسدود شده اینها باز خواهد شد. اینها منافع فوری ایران هست از رسیدن به توافق، و بعد حالا اینکه در آینده دورتر چه اتفاقی میفته باید منتظر ماند و دید. آقای فیتزپاتریک، شما سالهاست مسائل ایران رو دنبال میکنید. اگر ایران انعطاف نشون بده از خودش و این توافق به نتیجه برسه، همونطور که اشاره کردید میلیون ها دلار در روز حتی به نفعش هست. چرا تا این اندازه ایران
از خودش تردید نشون میده، تمایل چندانی نداره. ای کاش که من جواب این سوال شما رو میدونستم. من حدس میزنم که ایران احساس میکنه که حق به جانب خودش هست و این حق رو داره به واسطه اینکه احترام گذاشته و رعایت کرده به این توافقنامه برجام رو، و بعد آمریکا کنار کشیده. بنابراین احساس میکنه که ایالات متحده الان باید یک مقدار تسلیم بشه و امتیازهای بیشتری بهش بده. اما جنبه های دیگری هم هست که باید روشون مذاکره کرد. به عنوان مثال آقای ترامپ یک سری تحریم هایی در ارتباط با مسئله حقوق بشری وضع کرد علیه ایران، مثلا بحث در ارتباط کشتن صدها تظاهر کننده که ایران در دسامبر 2019 اینها رو کشت در داخل ایران. این چنین تحریم های هیچ ربطی به توافق برجام ندارن و ایالات متحده به این اصول خودش در ارتباط با حقوق بشر پایبنده. بنابراین هر دو طرف اصولی دارن که به اونها پایبند هستن و من معتقدم که آمریکا تا اینجا امتیازهای زیادی داده و وزیر خارجه سابق ایران ظریف اینها رو خودش فهرست کرد، لیست کرد وقتی که به مجلس ایران در ماه ژوئیه گزارش داد. کارشناس مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن دی سی، ممنونم از حضور شما در برنامه. میدونید که برنامه 60 دقیقه امشب هم طولانی تر از شبهای گذشته بوده به خاطر مطالب زیادی که در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه افغانستان داشتیم. 60 دقیقه رو با آلبومی از تصاویر مرتبط با حملات 11 سپتامبر به آمریکا در 20مین سالگرد این حادثه به پایان میبریم.
میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و در کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. ممنونم از این که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.